همراه میشیم با همکارم هادی حسار از واشنگتن. هادی، چه جزئیات بیشتری از حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع طالبان میدونیم؟ جان کربی توضیحات زیادی نمیده، فقط میگه که ما برای حمایت از نیروهای زمینی افغانستان این حملات رو انجام دادیم. و وقتی خبرنگار ازش میپرسه که خب این جنگنده ها از کجا بلند شدن و چه مواضعی رو حمله کردن، وارد نمیشه و میگه که جزئیات بیشتری نمیدم. اما یکی از مقامات ارشد پنتاگون به آشوشیتد پرس میگه که حداقل در ظرف 2 روز گذشته 4 حمله هوایی به نیروهای طالبان صورت گرفته. 2 مورد از اون حملات برای تخریب تجهیزات نظامی طالبان بوده و 1 مورد هم در قندهار بوده. این نخستین حمله‌ای هست که صورت میگیره، نخستین حملاتی هست که صورت میگیره از زمان ریکار آمدن جنرال مکنزی. پیشتر گفته شده بود 1 ماه گذشته که در پنتاگون دارن یک طرح رو بررسی میکنن که در مواقع بحرانی و ضرورت جنگنده های آمریکایی به کمک ارتش افغانستان بیان، در مواقعی مثل اینکه کابل بخواد سقوط بکنه و یا شهرهای بزرگ، جنگنده های آمریکایی بیان به اونجا کمک کنن. اما همون زمان هم بعضی از مقامات پنتاگون گفتن که این یک کار پیچیده است، به خاطر اینکه یک تجهیزات لوجستیکی عظیم رو نیازمنده و ما نمیتونیم این حملات رو مداوم داشته باشیم. از طرف دیگه گفته شده که امکان داره این حملات در خصوص داستان 130 غیر نظامی که در ظرف روزهای گذشته از طرف طالبان در مناطق جنوبی افغانستان کشته شدن، این گزارشی است که رسانه افغانستان اعلام میکنن که 130 نفر کشته شدن، طالبان اومدن در خونه ها رو زدن، اینا رو بردن کشتن و اینها افراد غیر نظامی بودن. برخی گفتن که این احتمالاً پاسخی بوده به اون رفتار خشونت آمیز طالبان و هشداری برای طالبان. در خصوص ویزای ویژه مهاجرت، الان چند نفر موفق شدن که ویزا دریافت کنن و این 8000 ویزای جدید آیا میتونه تمام افراد متقاضی رو پوشش بده؟ اونطوری که سناتورها گفتن میتونه پوشش بده، ولی بیایم یک نگاهی بندازیم بر طبق آماری که دولت آمریکا اعلام کرده. در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی گزارش شده که 15507 نفر در مجموع موفق شدن از سال 2014 تا فوریه سال 2021 ویزا رو دریافت بکنن و چیز حدود 11000 نفر دیگه در اون زمان که 26500 ویزا اعلام شده بود هنوز ویزا رو دریافت نکردن. ماه گذشته آنتونی بلینکن اشاره به این میکنه که 18000 متقاضی وجود داره. نت پرایس هم هفته گذشته همین مسئله رو اشاره میکنه، میگه 18000 متقاضی وجود داره ولی ما نمیدونیم چقدرش واجد شرایط میشه. حالا اگر ما اون 11000 نفر رو داشته باشیم که 11000 ویزای موجود رو داشته باشیم به اضافه این 8000 ویزا، به نظر میسه چیزی حدود 19000 ویزای دیگه آماده میشه برای مترجمان افغانستان و کسانی که با نیروهای آمریکایی کار کردن و به نظر میرسه که پوشش میده. اما یک نگرانی بزرگی که در آمریکا وجود داره تنها در خصوص نیروهایی نیست که با آمریکا یا کار کردن با دولت آمریکا کار کردن، بلکه نیروهایی هست که با رسانه‌های آمریکایی مثلا کار کردن، نیروهایی که برای حقوق زنان فعالیت کردن، اینها هم خیلی نگران اون هستن. دیروز هم ما داشتیم 21 رسانه در آمریکا نامه نوشته بودن و درخواست کردن از جو بایدن که همونطوری که یک ویزای مخصوص برای مترجمان و کسانی که با نیروهای آمریکایی کار کردن دارین، برای حداقل 1000 نیرویی که با ما هم کار کردن ما همچین شرایطی رو درست کنین تا اونها هم در خطر نباشن. به نظر میرسه که این 18000 نفر شاید بتونن که واجد شرایط باشن و از این ویزا سهمی داشته باشن به طور کامل. ممنون از توضیحات همکارم هادی حضار از واشنگتن، همراه ما بودیم.